نباشید خدمت دانش آموزان پایه نهم در ادامه تدریس درس علوم تجربی مبحث فیزیکش ادامه فصل پنج رو در خدمتتون هست. یه نگاه بچه ها به درس گذشته بندازید. درس علوم تجربی نهم فصل پنج مبحث چی؟ نیرو بود؟ نیرو. تاریخ هم که امروز 27 فکر کنم 27 8 400. خواهشم فکر کنم جلسه قبل دو تا سوال داده بودم از همین قوانین دوم نیوتن، گفته بودم منزل حل بکنید. امیدوارم که سوالا رو حل کرده باشی. خب سوالا چی بوده آقای؟ ننوشتی؟ جلسه پیش نبودی آقای نیکان؟ خب دفتر بود بیاری دیگه. خب سوال این بوده بچه ها، سوال امیدوارم سوالا رو حل کرده باشید. سوال این بود اتومبیلی به جرم 1 تن روی یک جاده افقی از حال سکون شروع به حرکت میکنه. شما هم سوال نداری؟ نبودی مگه جلسه پی؟ خب دفتر مگه نمیدونستی امروز میای اینجا؟ دفتر چرا نیوردی؟ ببین خدای فیزیک باشی، نظم و انضباط از همه چی مهمتره اگه میخوای جلو بزنی. شما چی سوالی نداری؟ جدید اومده. بسیار خوب. من یه بار دیگه سوال مجبورم بنویسم، حالا به خاطر این دوستمونم که جدید اومده. ولی بچه ها همیشه در کنار علاقه، دوست داشتن و هوش، نظم و انضباط یادتون نره و پرتلاش بودن. من به خاطر اون حالا آقایونی که نبودن یه بار دیگه سوالو می‌نویسم. سوال این بود، سوال اولمون، اتومبیلی به جرم 1 تن روی یک جاده افقی از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. شروع به حرکت میکند بعد از 20 ثانیه بعد از 20 ثانیه با شتاب ثابت سرعتش به 36 کیلومتر بر ساعت میرسد. برایند نیروهای وارد به اتومبیل چقدر است؟ خب بچه‌ها تو خونه میخوام اینم کسی حل کرده، کسی اگه جواب آخر به من بده اگه حل کردید ببینم درسته یا نه. برایند نیروهای وارد بر اتومبیل چقدر است؟ اگه کسی حل کرده به من بگه. چون همه باید حل کرده باشن، یعنی چی کردن؟ بله ببین دو تا سوال ما دادیم. شما برید سال بعد مدارس نمیدونم تیز هوشان سلام مفید، روزی 200-300 تا سوال بهتون میدن حل بکنید. روزی کسی حل نکرده این سوالو؟ نه غلطه. ما اشکال نداره غلط باشه، ما که رو سوال فکر کرده باشی. بجوزیلیا هیچ کس روش فکرم نکرده. بذار بچه ها تو خونه ببینیم که چیه داستان. خب ببینید بچه ها، واسه کسی که تو این کلاس ها برای بچه هایی که میخوان مدارس خاص قبول بشن علل خصوص تیسوشان، اینجوری نمیشه دوتا سوال حل نکنی. اونجا گفتم میرید هر معلمی 4 زنگ میاد 100 تا 50 تا سوال میده برای جلسه بعد. 4 زنگ هر کسی هم 50 تا سوال بده 200 تا سوال داری. ممکنه بری اونجا اینجوری پیش برید روز اول دووم نیاری بیای بیرون.
از الان باید عادت کنید به حل تمرین، نه فقط سوالای من، باید برید خودتون سوالای بیشتر حل بکنید. خب بگو آقا نیکان چیکار باید بکنیم؟ خب بگو من دارم گوش میکنم. خب چی رو به دست میاری؟ خب اول شتاب به دست میاری، بعد چی کار میکنی؟ تموم شو رفت کار نه. بچه ها این سوال یه تنبلی دیگه تون، این سوال سوال خود مبتکران بوده، یعنی شما کتاب مبتکرانت هم نرفتی بخونی. این سوال همون سوال، اگه نگاه بکنید کتاب مبتکران فصل پنجم بیاری تو بحث شتا، این سوال از همون کتابه بوده، میرفتید میدون اونجا بود. خب دوستتون درست گفت، اما کاری که باید انجام، همیشه برای حل مسئله معلومات مسئله رو می‌نویسیم. اتومبیلی به جرم یک تن، ام یک تن، یک تن یعنی چقدر؟ هزار کیلو. جرمات به کیلوگرم تبدیل میشه. از حال سکون شروع برکت میکنه، یعنی سرعت اولیه‌اش چقدره؟ صفره. میگیریم وی یک، حالا وی صفر هم میشه گرفت، صفر. بعد از 20 ثانیه، زمان 20 ثانیه، تی زمان 20 ثانیه، با شتاب سرعتش به چقدر رسیده؟ 36 کیلومتر بر وی دو، 36 کیلومتر بر ساعت. 36 کیلومتر بر ساعت باید به چی تبدیل بشه؟ متر بر ثانیه. چجوری تبدیل میشه؟ تقسیم بر 3 ممیز 6 میشه چقدر؟ 10 متر بر ثانیه. برآیند نیروی وارد به اتومبیل رو میخواد، اف رو میخواد. اف اتومبیل داره حرکت میکنه، سرعت زیاد شده دیگه. چه نیروهایی به اتومبیل وارد میشه؟ نیروی موتور، نیروی استیکار و نیروهای دیگه، مقاومت هوا. همه اونها نیرو خالص یا برآیند نهایتاً چقدر است؟ میخوایم ببینیم این اتومبیل نهایتاً چه نیرویی باعث این شتاب بهش شده. میخوایم اون نیرو خالص رو به دست بیاریم. خب این سوال ترکیبی از فصل 4 و 5. اول باید بریم شتاب حرکت رو به دست بیاریم. مگه نگفته با شتاب ثابت؟ با شتاب حرکت رو بریم به دست بیاریم. فصل 4. پس بچه‌ها داریم هم فصل 4 رو دوره می‌کنیم، هم داریم بحث جلسه قوانین دوم نیوتن. خب شتاب چی بود؟ فرمول فارسیشو می‌نویسم. شتاب بود تغییر سرعت تقسیم بر مدت زمان دیگه. درسته؟ فرمول فیزیکیش چی بود؟ شتاب آ. تغییر سرعت چی بود؟ سرعت دوم منهای سرعت اول دیگه، وی دو منهای وی یک، زمان هم که تی، تموم شد. وی دو منهای وی یک تقسیم بر تی، این فرمول شتاب ثابته. حالا تو بعضی کتاب ها به جای وی یک میذارن وی سه، به جای وی دو هم میذارن چی؟ وی، وی منهای وی سفر یا وی دو منهای وی یک. خب بیام جاگذاری کنیم، وی دومون چقدر شده؟ 10. وی اولیه‌مون چقدر بوده؟ 0. زمانمون چقدر؟ 20. 10 تقسیم بر 20 یک دوم. واحد شتاب چیه؟ متر بر مجذور ثانیه یا مربع ثانیه. درست شد؟ این از شتاب. حالا ما نیرو رو میخوان، درس جلسه قبلمون قانون دوم نیوتن، قانون دوم نیوتن چی میگه؟ اف خالص، نیروی خالص یا نیروی چی؟ برآیند. دو تا استرگه مساوی است با چی؟ ام آ. اف مساوی ام آ. تمام. خب اممون چقدره؟ 1000 کیلوگرم. ضرب داره. آمون شتاب چقدره؟ 1/2. 1000 ضرب در 1/2 500. 500 چی؟ نیروی دیگه، نیوتن. تمام. خدا وکیل این کاری داشت؟ دو دقیقه هم وقتتون رو نمیگیره. حل کنید تمرین ها و سوالایی که میگیم و حل کنید، به اضافه اینکه هر مبحثی که تموم میشه برید این کتاب مبتکرانتون رو نگاه کنید، تستایی که میتونید انجام بدید و بزنید. غیر از اونم باید برید بگردید این ور و ور سوالای دیگه برای خودتون پیدا بکنید. کتابای زیادی هستن، تو اینترنت هم بزنید یه عالمه سوال براتون میاد. فیزیک حل تمرینه، هر چی تمرین بیشتر، مثل زیست نیست حفظ کنی، تمرین، هر چی تمرین بیشتر. اشکال نیست تو این سوال. چه سوالی نکته‌ای داره دست بیاره بالا. آره یه سوال دیگه هم داده بودیم. آره
آمریکا مدرسه حضوری بود، ما تو باید میزدید، شانس آوردیم. آقای تاج الدینی بود، بگو آقا رضا. استاد سلام. سلام علیکم، بفرمایید. استاد الان من این سوال نفهم، رو فرمول شتاب گفتین شتاب مساوی تغییر سرعت تقسیم بر مدت زمان. بله. نمیشه فرمولش رو نسیم شتاب مساوی نیرو تقسیم بر جرم، این اشتباهه؟ چرا هست؟ اینا دیگه این همینه دیگه، آ مساوی است با نیرو به روی چی؟ جرم. جرم. متا شما نیرو رو داری؟ ما اینجا نیرو رو میخوایم. ما اینجا نیرو رو میخوایم. باید بری اول شتاب رو به دست بیاری. خب اینجا شتاب این که دو تا مجهول میشه، نه شتاب رو داریم نه نیرو رو داریم. اول میریم شتاب رو از معلومات هایی که داریم از فصل 4 به دست میاریم، بعد تو همین فرمول F مساوی M A، یا اینجا A مساوی F به روی M، A رو داریم M رو داریم، F رو به دست میاریم. درست شد؟ بله من. بسیار خب. اما سوال بعدی که سوال مهمتری بوده، سوال ورودی البرز 99400. البرز 99400. ببینید بچه ها، پس ساعت تازه این امتحان البرز بوده، سوال های تیزهوشان از این هم سنگین تره، پس شما باید سنگین تر از این کار بکنی. درست شد؟ خب سوال چی بود؟ یه بار دیگه از جلسه من سوال ها نمی نویسم، چون سوال من یه بار خوندم جلسه قبل نوشتم، اونجوری وقتمون گرفته میشه. میگه نیروی F به جسمی به جرم M کیلوگرم، M کیلوگرم شتابه چقدر میده؟ 4 متر بر مجذور ثانیه. پس یه نیروی به یه جسم M کیلوگرم، یا 2 کیلو سه هر چقدر، شتاب 4 متر بر مجذور ثانیه، و به جسمی به جرم M به علاوه 1.5، یعنی جس جرمش از اون قبلیه 1.5 کیلوگرم بیشتره، M به علاوه 1.5 کیلوگرم شتاب ارزم به حضور شما چقدر میده به نظرتون؟ از 4 کمتر یا بیشتر؟ کمتر. جرم بیشتر شده، پس شتاب باید کمتر باشه. شتاب 2.5 میده، 2.5 متر بر مجذور ثانیه میدهد. اندازه نیروی F چقدره؟ اندازه نیروی F چقدر است؟ گزینه داده بودیم، گزینه 1 چند نیوتن است؟ چقدر است؟ نیوتن. گزینه 1 14، گزینه 2 12، گزینه 3 10 و گزینه 4 8. کسی از تو خونه حل کرده باشه؟ باید سوال من این باشه، کسی از تو خونه حل نکرده باشه؟ که باید دست بلند که کسی از حل کرده باشه. واقعاً کسی خبری نیست. استاد الان ما باید بگیم که ام به علاوه 1.5 ضرب در 2.5 مساوی میشه با ام 4m، درسته؟ الان میگم خدمتتون. بچه‌ها پس یه نیرویی بوده F به جسم M کیلوگرمی وارد شده، شتاب 4 داده، به جسم M به علاوه 1.5 وارد شده، شتاب چقدر داده؟ 2.5. بگو نیروه چقدره؟ 10 نیوتونه، 20 نیوتونه. خب من میام اینو می‌نویسم، قانون دوم نیوتن. قانون دوم نیوتن چی میگه به ما؟ F مساوی ما، درسته؟ خب حالت اول F که ندارم، جرم جس چقدره؟ همون M، یه عددی دیگه هر چی. شتاب جس چقدره؟ 4. پس M ضرب در چند؟ 4. یا خوشگل ترش کنیم، F مساوی 4M، پس نیروی ما مساوی F 4M. حالا M اگه 2 کیلو باشه میشه 4 دوتا 8 نیوتن، 3 کیلو باشه 4 ستا 10. این از این به میگم رابطه 1. دفعه بعد همین نیروی F همون نیروه، نیرو تغییری نکرده، به چه جسمی وارد شده؟
ام به علاوه یکونی، میان به جای ام چی قرار میدم؟ ام به علاوه یکونی. تموم شد. به جای ام چی قرار گرفت؟ ام به علاوه یکونی. ضرب داره چه شتابی بهش داده؟ دونی. بفرما دونی. اینم رابطه دوم، ام به علاوه یکونی ضرب داره دونی. خب اسم این رابطه رو میذارم رابطه چی؟ دو. رابطه دو. خب نیرویی که تو رابطه دوه با نیرویی که تو رابطه یکه با هم فرقی داره؟ همونه دیگه. همون نیروی که به این وارد کردم، همون نیرو رو به این یکی هم وارد کردم. پس افا تو دوتا رابطه با هم فرقی نداره، یعنی سمت چپ دوتا رابطه یه چیزه، پس سمت راستشون هم باید یه چیز باشه. یعنی رابطه یک مساوی رابطه دوه. رابطه یک مساوی رابطه دوه. خب قرار بدیم رابطه یک چهار ام مساوی است با رابطه دو. اینو قرار میدن ام به علاوه یک و نیم ضرب در دو و نیم. بفرما چهار ام مساوی ام به علاوه ضرب در یه معادله ریاضی. تا اینجا فیزیکش بود، بقیهش دیگه ریاضی. حل میکنی و امو به دست میاری. نه، به جای ام که ام به علاوه یک کنیم داخل پرانتز آ چنده؟ دو. تموم شرب. این معادله ریاضی رو حل بکنید به دست بیارید. هر کی ریاضیات قوی تری داره سریع به نتیجه میرسه. خب بریم حلش بکنیم. 4M که خودشه. خب این 2.5 یه بار تو M ضرب میشه، یه بارم توی 1.5 ضرب میشه دیگه. 2.5 تو M ضرب بشه میشه چی بچه ها؟ 2.5M. 2.5 ضرب در 1.5 میشه چقدر؟ یه ماشین حساب بزنید ببینید چقدر میشه. 2.5 ضرب در 1.5 ها؟ 3.75. 3.75. اوکی. خب یه معادله درجه اول، درجه اول کاری نداره حل کرد. معلومه یه طرف، مجهولا یه طرف. 2.5 امو میارم این ور میشه 4 ام منهای 2.5 ام مساوی است با 3.75. 4 ام منهای 2.5 ام میشه چقدر؟ 1.5 ام. 4 منهای 2.5 1.5 مساوی 3.75. نتیجه ام مساوی است با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول 3.75 تقسیم بر 1.5. ماشین حساب بزن. چقدر؟ 2.5. 2.5 چی؟ کیلوگرم دیگه. واحد جرم چیه؟ کیلوگرمه. پس جرم این جسم ما 2.5 کیلوگرمه. درست شد؟ خب بچه ها از من جرمو که نخواسته، از من چی رو خواسته؟ نیرو رو خواسته، افو میخواد. خب میام افو به دست میارم. این 2.5 رو یا تو رابطه یک جاگذاری میکنم یا تو رابطه دو جاگذاری میکنم. تو کدوم رابطه آسون تره؟ رابطه یک دیگه. درسته؟ پس رابطه یک اف مساوی است با 4M. 4 ضرب در 2.5. 4 ضرب در 2.5 میشه چقدر؟ 10 نیوتن. پس جواب 10 نیوتن. گزینه 3. اصلا تو امتحان اینجوری میاد. تو امتحان ورودی مدارس خاص دیگه نمیاد که آقا جرم جسم 2 کیلوگرمه. شتابش هم 5 بگو، نیرو چقدره؟ 2 5 تا 10 تا. شاید تو مدرسه معمولیتون پارس خود رو بیاد. یا امتحان نهاییتون، ولی توی مدارس دیگه این شکلی باید حل بکنی. پس یه بار دیگه توضیح میدم. میگیم آقا اف و ساوی ام آ، ابتدا امو که ندارم، آم چقدر بوده؟ 4. یه رابطه. دفعه بعد ام شده ام به علاوه 1.5، آم چقدر شده؟ 2.5. اینم رابطه دو. رابطه 1 و 2 با هم برابره، مساوی هم قرار دادن دیگه. اینجا ریاضیه، باید ریاضی بلد باشی. اومدم 2.5 بار تو این ضرب کردم، یه بار تو این ضرب کردم، شد به این صورت. معادله درجه اول، شما باید معادله درجه دوم بلد باشید. این معادله درجه اوله. معلومه یه طرف، مجهولا یه طرف. رسیدیم به اینجا، ام میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، ام به دست میاد. اما من اف رو میخوام. حالا این ام رو میام تو این رابطه اف قرار میدم و به دست میام. سوال خیلی خوبی بود. بچه‌ها تو خونه سوالی نیست؟ رو سوال باید فکر بکنی.
هر چقدر هم غلط حل بکنید اشکالی نداره، مهم اینه که فکر بکنی ببینی سوال چی بوده، اون موقع وقتی من حل بکنم بهتر یاد میگیری تا اینکه من بیام اینجا تازه و بعد از یه هفته ببینی سوال چی بوده، فایده نداره. سوال نیستش استاد، بی زحمت ببینید تخته رو پاک بکنی. بچه ها اگر میخواید اسکرین شات بگیرید بگیرید که ما تخته رو پاک کنیم. چند کسی که سوال نداره، این سوال داری دست برید دوله، یعنی الان هم متوجه شدن دیگه، فرداد، محمد مهدی، رضا، امیر حسین، ماهان، تاها، حالا ماهان گفت، سینا، مبین. یه چیز هم من بهتون بگم بچه ها، تو آزمونای مدارس خاص تو بحث علومش، حالا حداقل تو نمونه دولتی و مدارس خاص 25 تا سوال علوم میاد که بیشترش فیزیکه، یعنی برای اونا فیزیک مهمه، برای اونا زمین مهم نیست، زمین شاید یه سوال بیاد یا زیست تعدادش که اول تعداد بیشتر فیزیک بعد شیمیه، چون هدف بچه های اونجا رشته تجربی ریاضیه، اول ریاضی بعد تجربی، پس بیشتر سوالا فیزیکه بعد شیمیه بعد زیست شناسیه، درست شد؟ پس فیزیکشو باید زیاد کار کنید. اما بعضی از آقایون مثل این دوستای ما که کمتر به زیست علاقه مندن ضرر میکنن، شما زیست و تستشو میتونی تو 10 ثانیه جواب بدی، اما این فیزیک باید یه عالمه جواب بدی، درست شد؟ پس باید رو اونم کار بکنید. کسی که میخواد نمره بالا بزنه هم باید فیزیکشو بزنه، هم باید شیمیشو بزنه، هم باید زیستشو بزنه، هم زمینشو. اتفاقا اون زیست و زمین حفظ کردنی هست ولی تست زدنش سریع‌تره، میخونی بلد باشی، ولی فیزیکو باید راه حل بری. ولی خب تعداد سوال فیزیک بیشتره. خب دو تا سوال دیگه میدم خدا وکیلی اینو دیگه برای جلسه بعد حل بکنی. بچه ها اولین نکته که اگه سوالا رو حل نکردی جلسه بعد اجازه ورود من نمیدم. من چون حالا هفته پیش ایوان آدم تو ذهنم نبود، هفته بعد کسی که سوالو قبل از کلاس برامو نفرستن من اجازه حضور رو نمیدم. خب ایلیا هم یه سوال داره. چشم، بعدش هم ما که سوال زیاد نمیدیم، نه یا یکی دو تا سواله. سلام استاد، بفرمایید. توی سوال این نه استاد این سوال که حل شد ممنون. استاد سر اون ویدیوهایی که دیدیم امروز کار میکنین؟ یعنی اون سه تا ویدیویی که قرار دادین؟ آها بحث استکاک احتمالاً امروز شب به استکاک برسیم، ولی چون یه ذره الان این دو تا سوال وقت ما رو گرفت یه ذره وقت کم داریم، ولی که برسیم حتما. خیلی ممنون. استکاک رو فرستیم. بسیار خب، این دوتا سوال برای جلسه بعد. سوال اول که خیلی آسونه، سوال یک دیگه من جلسه بعد دوباره سوال نمی نویسم، الان دارم می نویسم. دو نیروی F1 مساوی 8 نیوتن و F2 مساوی 6 نیوتن به جرم 2 کیلوگرم وارد می شوند. در حالتهای زیر شتاب جسم را حساب کنید. پس یه جسمی داریم 2 کیلوگرم، دو تا نیرو بهش وارد شده، تو حالت‌های زیر گفته شتاب رو حساب کنید، یعنی نیروها میتونن به شکل‌های مختلف به جسم وارد بشن. الف بیشترین شتاب جسم، یعنی بگید با این دو تا نیرو بیشترین شتابی که دو تا جسم میتونن این جسم میتونه پیدا کنه چقدره. ب کمترین شتاب جسم، این نیروها چه شکلی وارد بشن که کمترین شتاب و جس پیدا کنه. جیم
اگر دو نیرو بر هم عمود باشن، اگر این دوتا نیرویی که به جسم وارد میشن عمود باشن، شتاب جسم چقدر است؟ این سوال آسونه، برای جلسه بعد حل کنیم. سوال دوم، این سوال آسونه، بحث قوانین نیوتونه که برای جلسه. اما سوال دوم سوال خوبیه، چند دفعه هم توی آزمون ها اومده. برآیند دو نیروی عمود بر هم، برآیند دو نیروی عمود بر هم F1 و F2، پس نیروی F1 و F2 بر هم عمودن، برابر 20 نیوتن است. پس دو تا نیروی F1 و F2 بر هم عمودن، برآیندشون هم چقدره؟ 20 نیوتن است. 20 نیوتن است. برآیند دو نیروی عمود بر هم F1 و F2 برابر 20 نیوتن است. اگر F2 سه چهارم F1 باشد، نیروی F2 سه چهارم F1 باشد، F1 چند نیوتن است؟ F1 چند نیوتن است؟ گزینه‌هاش اینه: 16، گزینه 2 8، گزینه 3 15، گزینه 4 12. این سوال هم برای جلسه بعد جواب. دو تا سوال برای جلسه بعد. خب اما بریم سراغ آخرین درسی که جلسه پیش دادیم. آخرین درسی که جلسه پیش دادیم بچه ها چه مبحثی بود؟ وزن بودش. بعد وزن، خب وزن جسم رو گفتی با وسیله به نام چی اندازه‌گیری می‌کنیم؟ نیرو سنج. اما فرمول وزن چی بود؟ W مساوی MG. این فرمول وزن بود جلسه قبل گفتیم. W بود وزن، M جرم جسم، G چی بود؟ شتاب جاذبه. برای از اون فرمول به دست اومد دیگه، جلسه پیش گفتیم. واحد وزن گفتیم چیه بچه‌ها؟ نیوتن. واحد جرم گفتیم چیه؟ کیلوگرم. جی چقدر بود مقدارش؟ 9/8 نیوتن بر کیلوگرم. یا به جای نیوتن بر کیلوگرم میتونیم متر مجذور ثانیه هم بگیم. گفتیم دوتا واحد با هم فرقی نداره، که تو حل مسائل اگه گفتن 10 بگیرید 10 میگیرید. درسته؟ این فرم وزن بود. خب وزن کمیت نرده‌ای بود یا برداری؟ وزن کمیت نرده‌ای بود. آقا نیکا نرده‌ای بود یا برداری؟ چرا؟ آقا خاطر اینکه به طرف زمین اینجوری بردارش، نیرویی که زمین به اون وارد می‌کنه، یعنی بعد بردارش به زمین. اینو بارها من تو امتحانات دادم، بچه‌ها اشتباه کردن. وزن دادیم کمیت برداری یا نرده‌ای، گفتن نرده‌ای. وزن برداریه، مگر جنس نیرو نیست؟ نیرو چیه؟ برداره دیگه، این هم از جنس نیروه. تمام نیروها، نیرو وزن، نیرو فنر، نیرو استکان، همه چی هستن؟ برداری هستن. پس این اشتباه نکن. این از این. بعد گفتیم آقا جی زمینی مقداره، اونم به طور متوسط. جی سیاره های دیگه فرق داره، اکثرا کمتر از زمینه. جی ما گفتیم چرا به تی با جی زمین داره؟ 1/6 جی زمینه، یعنی 9/8 تقسیم بر 6 کن میشه 1.5. یعنی گفتیم وزن جسم توی ماه 1/6 وزنش روی زمینه. اینو جلسه پیش گفتیم، وزن جسم روی ماه در ماه 1/6 وزنش روی چیه؟ زمینه. چرا؟ چون جیش 1/6. هرچی جی کمتر بشه وزنم گفتیم کمتر میشه. درسته؟ خب پس بستگی داره. پس وزن جسم مقدار ثابتی نیست، گفتی وزن متغیره، حتی تو خود زمین هم تو نقاط مختلف فرق داره.
از سطح زمین خارج بشی جی کم میشه، وزن کم میشه، بری سیاره های دیگه جی کم میشه. جلسه پیش آخرین مطلب چی گفتیم؟ تفاوت های جرم و وزن. یک گفتیم آقا همین جرم ثابت، این جسد اگه 2 کیلوه تو ما هم 2 کیلوه، اما وزن فرق میکنه. این اولین تفاوت. دو گفتیم جرم رو با چی اندازه گیری میکنن؟ ترازو، میزن رو ترازو، اما وزن رو با چی اندازه گیری میکنن؟ نیرو سنج. سه جرم کمیت نردهیه، چون جهت نداره که جرم 2 کیلو، اما وزن گفتیم کمیت برداریه. چهار گفتیم جرم ماده موجود در جسم، اما وزن چیه؟ نیروی جاذبه است. 4 تا تفاوت وزن و جرم جلسه پیش آخری مطلب براتون گفتم. یه چیزی هم گفتیم میشه که آقا جرم واحدش کیلوگرمه، وزن واحدش نیوتونه. این آخری مطلب بود گفتم. اما یه تمرین از وزن حل بکنیم، یه تمرین حل بکنیم، به تمرین باحال دیگه، دیگه آسون نه. با نادیده گرفتن تمرین، با نادیده گرفتن استکاک، با نادیده گرفتن استکاک، شتاب دستگاه مقابل را حساب کنید. شتاب دستگاه مقابل را حساب کنید. وزن هر مکعب 49 نیوتن است. وزن هر مکعب 49 نیوتن. در ضمن جی، همیشه جی رو باید به ما بگن. 9.8 داده نیوتن بر کیلوگرم. وقتی 9.8 داده دیگه حق نداری 10 بگیری. اما شکل مسئله اینه بچه، این سطح زمین دوتا مکعب داریم با یه نخی به هم دیگه وصلن، جرمشون هم امه، با هم برابره جرماشون. نیروی اف به اینا وارد شده، اف مساوی است با 40 نیوتن. درست شد؟ دوتا جعبه ام به هم وصلن و جرماشون با هم برابره، با نیروی 40 داریم اینا رو میکشیم. شتاب دستگاه، به این میگن چی؟ دستگاه. دستگاه ما از 2 تا جرم تشکیل شده. درست شد؟ دستگاه ما از 2 تا جرم تشکیل شده. خب پس هر شتابی اینا به هم وصلن، درسته؟ این نکته خوبه. اینا به هم وصلن، هر شتابی این داره، این شتاب این داره، شتاب این با شتاب این برابره، کل دستگاه شتابش با تک تک اینا برابره. خب شتاب دستگاه رو گفته حساب بکن. میخواد یه زد سندلیاتون رو جا به جا کنی که این فاصله هم حفظ بشه، داستان درست نشه برمون. تو هم یه ذره برو عقب. خب بچه ها با نادیده گرفتن شتاب دستگاه مقابل، وزن هر مکعب چه؟ وزنای اینا رو به من داده، وزن این مکعبا رو به من داده، جیرم داده، من چیه این مکعبا رو میتونم الان حساب کنم؟ جرمش رو میتونم حساب کنم. بریم جرم مکعبا رو حساب کنیم. فرمول وزن چی بود؟ W مساوی MG، درسته؟ W مساوی MG، بفرما. خب W رو به من داده، وزن مکعب 49 نیوتن، جرم مکعب رو ندارم، جیمونم 9.8، از اینجا M جرم مکعب به دست میاد. M جرم مکعب مساوی است با 49 تقسیم بر 9.8 میشه چقدر؟ 49، بله میشه 5 کیلوگرم. پس یه بار دیگه، آقا وزن این مکعب رو داده، جرمش رو میخوام، W مساوی MG، وزنش رو دارم 49، جرمش رو ندارم، جی هم که گفته 9.8، تقسیم میکنم میشه 5 کیلوگرم. اما جرم این 5، یه 5 هم اینجا داریم، پس 2 تا جرم داریم ما. پس ام دستگاه جرم کل دستگاه میشه چی؟
جرم اولی به علاوه جرم دومی، یعنی 5 به علاوه 5 10 کیلوگرم. جرم کل دستگاهمون 2 تا 5 میشه 10 کیلوگرم. جرم کل دستگاه رو دارم، نیرویی که به دستگاه وارد شده دارم. چیه دستگاه رو میخوام به دست بیارم؟ شتاب دستگاه. فرمول شتاب قانون دوم نیوتن، آ مساوی است با اف روی ا. اف کل جرم کل، اف کلمون چقدره؟ 40 نیوتن. جرم کلمون چقدره؟ 10 کیلوگرم. 40 تقسیم بر 10 4، واحدش چی؟ نیوتن بر کیلوگرم. جرم کل دستگاه رو داشتیم، نیروی کلم داشتیم، فرمول شتاب آ اف روی جواب شتاب شد 4 نیوتن بر کیلوگرم، یا میتونیم متر بر مجذور ثانیه هم بگیم. بچه منزل اگه سوالی هست تو این سوال بگید. بچه که سوال داره دست بیاره. میخوای یه عکس بگیری؟ داری موبایل؟ این دوتا سوال باید منزل جواب بدی؟ این هم که الان از وزن حل کردیم. شما سوال نداری؟ شتاب و سرعت جفتشون برداری هن، چون جهت دارن دیگه. سرعت به کدوم سمت؟ شتاب به کدوم سمت؟ جفتشون جهت دارن. فرق سرعت و شتاب چه؟ این که دیگه برم گفت فصل چهارم که این که فصل چهاره. رجوع کن به درسای فصل چهار. شتاب بر روی سرعت به دست می اومد، تغییرات سرعت تقسیم بر زمان میشد چی؟ شتاب. مثلا شما الان سرعتت معلوم بود مثلا 10 متر بر ثانیه، 20 ثانیه بعد سرعتت بود 30 متر بر ثانیه، شتاب داشتی. سی امن های 10 تغییرات سرعت تقسیم بر مدت زمان شتاب به شما میداد. سرعت که تغییر بکنه چی به وجود میاد؟ شتاب به وجود میاد. خب بچه ها تخته رو میخوام پاک کنم. خب بچه ها تا تختر من پاک میکنم، صفحه 58 کتابتون رو بیارید. همیشه گفتم کتابا باید بغل دستتون باشه. صفحه 58 کتابتون، نیروی کنش و واکنش. ما قانون اول نیوتن رو خوندیم، قانون دوم نیوتن هم خوندیم، حالا قانون سوم نیوتن یا اسم دیگه‌اش چیه؟ قانون کنش و واکنش. صفحه 58 رو مطالعه کنید تا من تخته رو پاک کنم. همیشه سعی کنید قبل از به کلاس اون درس جدید رو یه پیش مطالعه داشته باشید. شما باید یه فرقی با دانش آموزای معمولی داشته باشید دیگه. قانون سوم نیوتن یا قانون عمل و عکس العمل یا اسم دیگرش کنش و واکنش. کنش و واکنش سه تا اسم. صفحه 50 تعریف دقیقش اگه بخوایم بگیم صفحه 59 کتاب. خب با یه توضیح شروع بکنیم. شکل 10 رو ببینید. میگه شخصی به دیوار نیرو وارد میکند، بهش میگیم کنش، و دیوار نیز نیروی هم اندازه اما در خلاف جهت به شخص وارد میکند، بهش میگن واکنش. پس این اگه دیوار باشه، دیوار، شخصی داره یه نیرو وارد میکنه، اسم این نیرو مثلا بذاریم F1، حالا از طرف این شخص. دیوار هم به این شخص نیرو وارد میکنه F2. حالا این نیروی که شخص وارد میکنه F2، نیروی که دیوار، این شخص به دیوار
این چی؟ دیوار به شخص. گفته اسم این نیرو رو بذاریم چی؟ کنش. اسم این نیرو رو بذاریم چی؟ واکنش. یا اسم این نیرو میتونیم بگیم عمل. اسم این نیرو رو بگیم چی؟ عکس العمل. کنش و واکنش یا عمل و عکس العمل. میگه وقتی شما به دیوار نیرو وارد میکنی، الان من به این دیوار نیرو وارد میکنم، دیوارم به من نیرو وارد میکنه. من اگه 10 نیوتن نیرو به دیوار وارد بکنم، اونم 10 نیوتن نیرو در خلاف جهت به من نیرو وارد میکنه. اگه میخواید این نیرو رو واقعا متوجه بشید ببینید که هست یا نه، چیکار بکنید؟ مثل این عکسه شکل ده، بیاید زیر پاتون اسکیت بذارید یا کفشای اسکی اسکیت بذارید. چی میشه؟ شما میرید عقب، شما میرید عقب. چرا؟ بهت نیرو وارد شده دیگه، میری عقب. اگه پای معمولی باشی عقب نمیری، چرا؟ استکاک زیاده، ولی اسکیت استکاکش کمه، میری عقب، میشه نیرو رو احساس کرد. چرا دیوار حرکت نمیکنه؟ دیوار جرمش خیلی زیاده، نیرو 10 نیوتن من هیچ تأثیری روی اون نداره، اما اون 10 نیوتنی که به من وارد میکنه چون زیر پام اسکیته، من شروع میکنم به حرکت. ولی منم اگه کفش معمولی داشتم، منم حرکت نمیکردم. بخونیم ببینیم کتاب چی گفته. وقتی با دست دیوار یا خودروی را هل میدهید، حس میکنیم دیوار یا خودرو نیز ما را هل میدهد. یعنی در برهم کنش بین دست و دیوار دو نیرو وجود دارد، نیرویی که ما به دیوار وارد میکنیم و نیرویی که دیوار به دست ما وارد میکند. اگر نیروی دست که دیوار را هل میدهد کنش یا عمل بنامیم، نیرویی که دیوار به دست شما وارد میکند واکنش یا عکس العمل نامیده میشود. درست شد؟ پس ممکن سوال بدن آقا چرا این شخص میره عقب اما دیواری چی نمیشه؟ بخاطر اینکه جرم دیوار زیاده، تأثیری روش نداره، اما شخص جرمش کمه، زیر پاشم اسکیت استکاک کمه، حرکت میکنه. اما دو تا مثال دیگه باز از قانون کنش و واکنش بگیم. میگه اگر قطبهای همنام دو آهنربا رو به هم نزدیک کنیم، آهنربای اولی آهنربای دومی رو دفع میکنه، آهنربای دومی هم آهنربای اولی رو دفع میکنه. کنش و واکنش. آقا دو تا آهنربا، علوم چندم خوندید؟ آهنربا رو علوم چندم خوندید؟ ششم؟ هشتم؟ این پارسال خوندید. خب جدیدش کجا خوندید؟ هشتم خوندید دیگه. فصل چند؟ فصل چند؟ دانش آموز که تیز میشوند حفظ کنه، باید فصل ها رو حفظ باشه. فصل ده به بچه هشتم صبح داشتیم درس میدادیم. دانش آموز که میخوام باید فصل ها باید بدونه کدوم فصل خونده. فصل آقا دو تا آهنربا، قطب های همنام کنار هم از هم دور میشن، قطب های غیر همنام همدیگر رو جذب میکنن. حالا اینجا چه قطب های همنام همدیگر دفع میکنن؟ یه نیرو آهنربای اول به دوم وارد کرده، همون نیرو هم آهنربای دوم به اول. کنش و واکنش. درست شد؟ خب دیگه چی داریم؟ همچنین وقتی دو جسم باردار الکتریکی مثبت و منفی رو به هم نزدیک میکنیم، خب بار مثبت و منفی بچه همدیگر رو جذب میکنن دیگه، جاذبه است. بار مثبت بار منفی رو جذب میکنه، بهش میگیم کنش. بار منفی هم بار مثبت رو جذب میکنه، بهش میگیم واکنش. یا برعکس هم میتونیم بگیم بار منفی بار مثبت رو جذب میکنه، کنش. اون یکی رو اسمش رو بذاریم واکنش، هیچ فرقی نداره. درست شد؟ خب اینا هم پس یه مثال دیگه، دو تا مثال دیگه شد پس از نیروهای کنش و واکنش. پس سوال دو مثال از نیروهای کنش و واکنش بیان کنید. صفحه 58 کتاب، مثال دوتا آهنربا و مثال دوباره الکتریک. درست شد؟ خب اما بچه ها ببینید، وقتی نیرو کنش هست حتما واکنش هست، دوتا نیرو همیشه با همن، نمیشه فقط کنش باشه یا واکنش باشه، هر دوتا با همن، با هم ظاهر میشن. چرا؟ چون به یه جسم دارن وارد میشن. ادامهشو بخونیم. نیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم ظاهر میشوند. علامت بزنید. و هیچ یک بدون دیگری نمیتواند وجود داشته باشد. همیشه باز با همن.
نیوتن رابطه بین نیروهای کنش و واکنش را به صورت زیر بیان کرده است، به صورت قانون سوم، صفحه 59 کتاب. هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیروی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می‌کند. به این میگن قانون سوم نیوتن. بیان بالا معروف قانون سوم نیوتن است. خب پس سوال بعدی تعریف قانون سوم نیوتن، صفحه 59 کتاب. دیگه من ننویسم پای تخته که وقت گرفته شه. کادر قرمز. هرگاه جسم اول به جسم دوم نیرو وارد کنه، جسم دوم هم به جسم اول همون اندازه نیرو ولی در خلاف جهت وارد میکنه. درست شد؟ خب این از این. میگه خب قبل از اینکه شکل‌های 11 رو با هم بررسی کنیم، یه مثال ساده. شما دیدید یه موقعی به یه سنگی یا یه صخره یه ضربه با پاتون میزنی، تو پای خودتون احساس درد میکنی. چرا؟ به ضربه به سنگ میزنی تو پاتون احساس درد. به خاطر همون نیروی که تو داری به سنگ وارد میکنی، سنگم به پای تو وارد میکنه، تو پات احساس درد میکنی. یه موقعی که کلاس حضوری بود، ما یه نوازشی یه موقعی ما دانش آموزاری میکردیم، من یه دونه به مثلا یه موقعی شوخی میزدم به سر دانش آموز، تو دستای خودم بیشتر احساس درد میکردم. اوه دستم مشالله کله بعضی مشالله سنگینه. چرا؟ نیرویی که من دارم به سر اون وارد میکنم، اونم همون نیرو رو به دست من وارد میکنه. دست ما مچ ما و جرمی نداره، درد احساس میکردم. درست شد؟ با دستاتون آب رو به سمت عقب میزنید موقع شنا کردن، اما چرا میرید جلو؟ همون نیرویی که شما دارید به آب وارد میکنید رو به عقب، آبم به شما نیرو وارد میکنه رو به جلو، میرید جلو. اینا مثاله یا قانون سوم نیوتونه. ببینیم دیگه چه مثالایی داریم اینجا. خب صفحه 59 میگه شکل در شکل 11 تصویر چند حالت مختلف آورده شده است که میتوان روی آنها نیروهای کنش و واکنش رو مشخص کرد. توجه دارید که نیروهای کنش و واکنش همواره هم اندازه در خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جنس وارد میشوند. قبل از اینکه شکل‌ها رو وارد بکنیم، بارها به صورت تست اومده. آقا کدام گزینه، سوال تست، کدام گزینه در مورد نیروهای کنش و واکنش صحیح نیست؟ دقت کنید، صحیح نیست. کدام گزینه در مورد نیروهای کنش و واکنش صحیح نیست؟ یک، همین چیزی که اینجا گفته، نیروهای کنش و واکنش هم اندازن. این دو نیرو هم اندازن. دو، در خلاف جهت یکدیگرند. در خلاف جهت یکدیگرند. سه، این دو نیرو هم جنسند. چهار، برآیند این دو نیرو صفر است. این دو نیرو هم اندازند، در خلاف جهت یکدیگر، این دو نیرو هم جنسند، برآیند این دو نیرو صفر است. کدوم گزینه غلطه؟ بچه‌ای که حاضرن کدوم غلطه؟ گزینه سه. دیگه شما سه. خب بچه‌های تو خونه کسی هست بگه کدوم گزینه جواب سوال ماست؟ بچه‌ها جواب آخر مبین و تبا صفر است. ساها و ایلیا گفتن سه، ایلیا گفته یک هم خیر. جواب بگو کدوم گزینه. ماهان من نمیم، ماهان بنویس من نمیم. هم اندازه غلط، هم اندازه نیستن. همین الان گفتیم من اگه 10 نیوتن وارد بکنم اونم به من 10 نیوتن. بعضی موقع تعاملش تمام میشه. به تعامل تو ما ربطی نداره.
چه نیرویی بهت وارد میشه. ما اینکه شما تحمل داری نداری که کاری نداریم که. خب بچه های تو خونه چهار ماه نوشته تا آخر گفته یک درست نه بچه ها گزینه آخر رو بگید من نمیدونم الان گزینه کدوم درسته از این چهار تا گفته کدام در نیروی صحیح نیست کدوم گزینه میشه اکثرا سه گفتن درسته؟ خب وقتی اکثرا میگن گزینه سه پس جواب گزینه سه نخواهد بود اینطور نیست دیگه که همه تون یه گزینه رو بگید همه آچه باید درسته دیگه نه خیر اینجوری نیست یه موقع میبینی همونی که هیچکی نگفته اتفاق نظر ندارید بعضی ها که آقا از امتحان میان بیرون تو چی رو زدی؟ سه تو چی رو سه؟ آقا درسته نه خیر اینجوری نیست گزینه سه درسته بیایم بررسی کنیم آقا این دو نیرو هم اندازن بله درسته یه صحیحه هم اندازن من ده نیوتن تو وارد کنم اونم ده نیوتن در خلاف جهت یک دیگه اینم صحیحه دیگه آقا من به این سمت وارد میکنم اون برعکس اینا دیگه خلاف هم دو نیرو هم جنسن الان مثال زدم گفتیم اگه آهن رو با اینو دفع کنه اون یکی هم اونو دفع کنه یعنی نیروی آهنربا اگه جنس مغناطیسیه دیگه نیروی آهنربا اگه اون آهنربا اول نیرو مغناطیسی وارد میکنه اون میگه نیرو مغناطیسی وارد میکنه دیگه بار الکتریکی نیرو چی بهم وارد میکنه الکتریکی بار مثبت به بار منفی نیروی الکتریکی وارد میکنه بار منفی هم به بار مثبت نیروی الکتریکی وارد میکنه پس هم جنسن اینم صحیحه چه گزینه ای میمونه چهار از جواب ما میشه چهار برنده نیست آقا این دو نیرو مگه هم اندازه نیستن مگه خلاف جهت هم نیستن پس برایندشون صفر باید بشه آقا ما برایند رو چه وقت به دست میاریم وقتی که نیروها به یه جس وارد بشن دو تا نیرو سه تا نیرو ده تا نیرو به یه جس وارد بشه ما برایند به دست میاریم نیروی کنش و واکنش آیا به یه جس داره وارد میشه؟ نه نیرویی که شخص داره به دیوار وارد میکنه دیوار نیرویی که دیوار داره به شخص وارد میکنه یه نیرو من به دیوار وارد میکنم یه نیرو دیوار به من یعنی کنش و واکنش داره به دو جس وارد میشه نه به یه جس خوب گوش کنید ما چه وقت برایند میگیریم؟ وقتی که نیروها به یه جس وارد بشن بفرما بیا از اینا برایند بگیر ده تا نیرو بذار برایند بگیر اما اینجا نیروها داره به دو جس وارد میشه یکی به شخص یکی به دیوار یکی داره به جسم یک وارد میشه یکی داره به جسم دو وارد میشه به جسم یک داره یه نیرو وارد میشه کنش این دیگه برایند نداره که جسم به جسم دو داره نیرو واکنش وارد میشه یه نیرو برایند نداره پس دو نیروی کنش و واکنش اصلا برایند ندارن چون دارن به دو تا جس وارد میشن ما برایند زمانی وارد میکنیم که این دو تا نیرو به یه جس وارد بشن پس جواب میشه گزینه چهار اکثرا غلط میزنن پس توضیح برای چهار بنویسی که آقا مینویسیم اینه نکته دو نیروی عمل یا دو نیروی کنش و واکنش برایند ندارند یا نمیتونیم ازشون برایند بگیریم چون به دو جسم متفاوت وارد میشوند ما زمانی برایند میگیریم که همه نیروها فقط به یه جسم وارد شده باشه دیگه کامل توضیح دادم دیگه یاد بفهمید آره دیگه کنش و واکنش بین دو جسم دیگه خب اینم از این سوال بچه ها سوال لحیزه بریم بچه ها هرکی سوال داری دست بیاره بالا همین مهدی سوال داری بگم نه سید سوالی نیست بچه ها دست رو نهیرید بالا دیگه رضا بگم آها من بذار بلند کنشو قشنگ فهمیدم فقط میخوام بدونم وقتی ما به دیوار نیرو وارد میکنیم همون نیرو به خودمون برمیگرده این نیرویی که نیروی خودمونه برمیگرده یا نه نیرویی که دیوار نیرویی که دیوار داره به شما برمیگردونه ولی از کجا اومده عکس العمل کار خودته شما وقتی درس نمیخونی نمرت
تک میشه. از کجا اومده این تکه؟ از کار خودت اومده دیگه، چون تو درس نخوندی عکس العملش نمره تک شما شده. بخونی میشه 20 شما. از کجا اومده؟ عکس العمل خوندن درس شماست. درسته؟ بله بله. آره. استاد ببخشید یه سوال داشتم، همون دیوار رو که توضیح دادینش مثلا اسکیت زیر پای اون نفر وقتی هول میده میرقه، اگه همچین چیزی مثلا تو کره ماه یا مریخ باشه اسکیت زیر پاش نباشه چه اتفاق میفته استاد؟ به طرف عقب میره یا خیر؟ فعلا امتحان نکردم. باید بگیم یه بار دانشمندان کارو میده تو کره ما امتحان بکنم ببینیم چی جوریه. درست است. ببینید ما وقتی داریم بحث میکنیم چرا اسکیت رو گفتیم، میخوایم بگیم که استکاک رو کم کردیم، درسته؟ با استکاک کم میشه دیگه با اسکیت. میخوایم بگیم که اثرها فرق داره. قانون دوم نیوتن به ما چی میگه؟ اتفاقا الان تمرین اون پایینمونه. آ میگه شتاب مساوی اف روی ام، درسته؟ خب میگه هرچی جرم کم باشه شتاب چیه؟ بیشتره. الان جرم دیوار از جرم من بیشتره دیگه ها، پس شتابی پیدا نمیکنه دیوار، اما جرم من کمه، من شتاب پیدا میکنم، حرکت میکنم رو به عقب. اما برای اینکه اینو نشون بدم باید استکاکو از بین ببرم، ببینم این نیرو به من تأثیر کرده. چجوری این استکاکو از بین ببرم؟ باید از کفشای استفاده بکنم که لیز باشه. خب مثل چی؟ اسکیت، که این نیروه رو من نشون بدم، این شتابه رو نشون بدم که بفهمیم که آقا وقتی جرم کمه من شتاب بیشتری پیدا میکنم. الان تو فعالیت پایین این قضیه رو خواهیم دید. خب سه تا شکل داریم. شکل 11، شکل مختلف که میتوان در آنها کنش و واکنش رو مشخص کرد. شکل بالا، یه قایقران داره آب و با پارو هل میده به سمت عقب. میخوام نیروهای کنش و واکنش رو مشخص کنیم، کنارش بنویسی تو کتاب، کنار اون قایقرانه. کنش چیه؟ نیرویی که با پارو به آب به سمت عقب وارد میکنی. پس کنار قایق بنویسید نیرویی که قایقران رو به عقب به آب وارد میکنه، این میشه کنش. نیرویی که قایقران به آب رو به عقب وارد میکنه، این میشه چی؟ کنش. واکنش چیه؟ نیرویی که آب به قایق رو به جلو وارد میکنه. نیرویی که آب به قایق رو به جلو وارد میکنه، این میشه واکنش. شناگر هم همینطوره. کنش میشه چی؟ نیرویی که با دست رو به عقب به آب وارد میکنی. نیرویی که با دست رو به عقب، این میشه واکنش. کنش. واکنش چیه؟ نیرویی که آب به ما رو به جلو وارد میکنه. نیرویی که آب به ما رو به جلو وارد میشه واکنش. به خاطر همین ما میریم جلو. سوال، چرا موقع شنا کردن ما رو به جلو میریم؟ میگیم که آقا ما با دستامون نیروی رو به عقب وارد میکنیم. طبق قانون سوم نیوتن آب هم به ما همون اندازه نیرو رو به جلو وارد میکنه، میریم جلو. موشک نیرو کنشش چیه؟ نیرو کنشش چیه؟ موشک اون دود و گازی که داره ازش خارج میشه در اثر سوختن سوخت، یه نیروی رو به بالا به موشک وارد میکنه. پس نیروی رو به بالا از طرف سوخت یا انفجاری که تو سوخت رخ میده رو به بالا، این میشه کنش. پس توی موشک بچه ها نیرویی که در اثر انفجار سوخت رو به بالا به موشک وارد میشه، نیرویی که در اثر سوختن سوخت رو به بالا به موشک وارد میشه، این میشه کنش. واکنش چیه؟ نه، نیرو رو چی به موشک وارد کرد؟ سوخت. اون گازهایی که در اثر سوخت تولید میشن دیگه، درسته؟ شما دید قرص جوشانو میندازید میاد بالا گاز تولید میشه، اون گازها که تولید شدن یه نیرو به قرص وارد میکنن میاد بالا.
قرص هم یه نیروی به اونا وارد میکنه به همون گاز ها رو به پایین. پس کنشش میشه چی؟ نیرو رو سوخت وارد کرده به موشک، موشک هم نیرو به چی وارد میکنه؟ به سوخت رو به پایین، تا اون دودا از موشک چی بشه؟ خارج بشه. پس کنش شد نیرویی که سوخت وارد میکنه به موشک، واکنشش نیرویی که موشک به سوخت، به اون گازهایی که در اثر سوخت تولید شده، واکنشش نیرویی که موشک به اون گازهایی که در اثر سوخت تولید شده رو به پایین وارد میکنه. این سوالم برای جلسه بعد خودتون جواب بدید. یا بذار اول این فعالیت گفتگو رو بخونیم بعد بریم سراغ این سوال. گفتگو کنید. فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکنند. زیر پای اسب هم اسکیت گذاشته. پسر اسب را هل می‌دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند. اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. شکل رو ببینید. نیروی که پسر به اسب وارد کرده اسمش گذاشته نیروی کنش. نیروی که اسب به پسر وارد کرده اسمش گذاشته نیروی واکنش. کدوم نیرو بزرگتره؟ کدوم نیرو بزرگتره؟ با هم برابره دیگه. 300 من هم روزه میخونم که نیروی کنش و واکنش با هم برابره. من 10 نیوتن وارد میکنم، اونم 10 نیوتن. حالا اون میخواد قول باشه، من میخواد فنش باشم. نیروهامو یه چیزه، درست شد؟ و نیروهای کنش رو اشتباه نکنید دیگه. نیروها با هم برابره. خب میخوایم اثر این نیروها رو بررسی کنیم. زیر پای جفتشون اسکیت گذاشتن، چه اتفاقی میفته؟ جفتشون میرن عقب، هم اسب میره عقب، همون پسر بچه استکاک کمه دیگه، با یه نیرو حرکت میکنن. حالا کدوم شتاب بیشتری پیدا میکنه؟ اسب شتاب بیشتری پیدا میکنه یا پسر؟ معلومه هر کدوم که جرم کمتری داره دیگه. اینا هرچی جرم کمتر شتاب بیشتر. سوال اینه کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری میشود؟ پسر بچه. پسر بچه چون جرم کمتری داره. پسر بچه چون جرم کمتری داره. طبق این رابطه اینا آ مساوی اف به روی ام، هرچی جرم کمتر شتاب بیشتر. هرچی جرم کمتر شتاب بیشتر. میگیم که آقا جرم پسر کمتر از جرم اسبه، در نتیجه شتاب پسر بزرگتر از شتاب اسبه. چرا؟ چون جرم پسر کمتر از جرم چیه؟ اسب است. و طبق قانون اینا، این فرمول، طبق این قانون هر چقدر جرم کمتر شتاب بیشتر. این هم جواب گفتگو کنید. سیبی که به درخت آویزونه، سیبی که به درخت آویزونه میفته پایین. چرا میفته پایین؟ نیروی جاذبه یا وزن، درسته؟ زمین اینو میکشونه پایین. خب آقا زمین به سیب نیروی رو به پایین وارد میکنه، سیب میفته. طبق قانون سوم نیوتن سیبم به زمین یه نیروی رو به بالا وارد میکنه. پس چرا هیچ اتفاقی رو زمین نمیفته؟ آفرین، جرم سیب کمی با این نیرو میفته پایین. جرم زمین میلیارد تا میلیارد کیلوگرم، هیچ اتفاقی روش نمیفته. ما وقتی داریم راه میریم با پاهامون نیرو وارد میکنیم به زمین رو به عقب، اما خودمون میریم جلو. ما با پاهامون نیرو رو به عقب به زمین وارد میکنیم، زمین نیروی رو به جلو به ما وارد میکنه، ما میرم. پس چرا اتفاقی رو زمین نمیفته؟ جرمش خیلی زیاده، نیروی که من بهش وارد میکنم تأثیری رو اون نداره، درست شد؟ خب یه سوال بنویسیم.
بفرمایید. استاد اگر از بیرون جو زمین یه سطحی حالا مثلا حجمش رو دقیق نمیدونم ولی اگه تو جو نسوزه یعنی آتیش نگیره به زمین برخورد کنه زمین جابجا میشه یا نه؟ یه اگه اون جرم خیلی خیلی بزرگتر از جرم چی باشه؟ زمین باشه. یه جرم آسمونی باشه که از جرم زمین اگه خیلی بیشتر باشه ممکنه تأثیر روی زمین داشته باشه. کمچی چیزی هست بسیاری از این که حالا زمین درستور اتوالا دبیرتون آقای نووی بهتون میگه بسیاری از این جابجا شدن قاره ها و به وجود آمدن در سر همین اتفاقا بوده. شهاب سنگای بزرگی که خورده، اتفاقای نیروهایی که وارد شده. بله در بله نیروی آب هم میتونن نیروها مگه این که خیلی خیلی چی باشه بزرگ باشه که بتونه تأثیر بزنه. به این ما داریم تو کلاسیک بررسی میکنیم یعنی اجسامی که به صورت یه ذره هم داریم رو زمین بررسی میکنیم. این که خارج از زمین چه اتفاقی میفته اونا دیگه برمیگرده به فیزیک کوانتوم، برمیگرده به فیزیک خارج از این بحث کلاسیک ما. بله اما سوال سوال اینه یک لامپ به وسیله سیم از سقف اتاق آویزان است. یک لامپ به وسیله سیم از سقف اتاق آویزان است. الف چه نیروهایی به لامپ وارد می شود؟ ب عکس العمل این نیروها به چه جسمی وارد می شود؟ چه نیروهایی به لامپ وارد می شود؟ عکس العمل این نیروها یا واکنش این نیروها به چه جسمی وارد می شود؟ پس یه مثال خیلی ساده بفرمایید. این یه سقف، این یه سقف، یه لامپی با سیم بهش وصله. این سیم، این هم که لامپ ماست، یه لامپ معمولی با سیم آویزونه. درست شد شکل رو براش رسم بکنید. خب چه نیروهایی به لامپ وارد می شود؟ بچه های کلاس بذاریشون بگید. نیروی جاذبه، اولین چیزی که همیشه باید به ذهن ما برسه نیروی جاذبه، یعنی نیرویی که از طرف زمین وارد میشه. این اگه کره زمین باشه به این لامپ یه نیروی جاذبه وارد میکنه. بفرما اجازه بدید. این نیروی وزن لامپ، اسمش چی بذارم؟ W. وزن لامپ یا نیروی جاذبه. پس بنویسیم چه نیروهایی به لامپ وارد میشود. یک نیروی وزن لامپ یا جاذبه، یا جاذبه از طرف چی؟ از طرف زمین دیگه. این یه نیرو دیگه. چه نیرویی به لامپ وارد میشه؟ آفرین. ببین نیرو جاذبه میخواد لامپ بیفته اما سیم نمیذاره. سیم یه نیروی رو به بالا به لامپ وارد میکنه تا لامپ نیفته، لامپ ساکن بمونه. پس یه نیرو هم سیم به لامپ وارد میکنه، اسمشو بذارم، بهش میگن نیروی کشش سیم. سالای بالاتر میخونید F نیروی کشش سیم. پس شماره 2 نیروی کشش سیم رو به بالا. پس دو تا نیرو به لامپ، نیروی زمین، نیروی سیم رو به بالا. لوسترا رو دیدی؟ چی لوسترا رو نگه داشته؟ اون زنجیره دیگه، زنجیری که به سقف وصله نمیذاره لوستر بیفته پایین. نیرو دیگه هم هست؟ نه. لامپ الان چیه؟ ساکنه دیگه، تعادله. یعنی این دوتا نیرو چی هستن؟ متوازنن. ابتدای این فصل برایند این دوتا نیرو چیه؟ صفره، که باعث شده این لامپ الان چی بمونه؟ ساکن بمونه.
F و W با هم برابرن. لامپ ساکنه، در حال چیه؟ تعادله. درست شد؟ این از این، این قسمت علف. تو علف اشکالی نیست بچه ها؟ بچه ها من دست میارم پایین، کسی سوال داره بگیر. تو علف اشکالی نیست؟ تو علف یه سوال داره. خب حالا بریم قسمت ب. میگه عکس العمل این نیروها به چه جسمی وارد میشه. آقا W یه عکس العملی داره دیگه، عکس العملش به چی وارد میشه؟ به زمین. به زمین. این W رو کی وارد کرده به لام؟ زمین. زمین داره لامپ رو میکشه پایین، لامپ هم زمین رو میکشه بالا. مگه الان مثال سیب نزدم براتون؟ زمین سیب رو میکشه پایین، سیب هم زمین رو میکشه بالا. پس این لام یه عکس العملی به زمین وارد میکنه. بفرما رو به بالا، یه نیرو رو به بالا به زمین وارد میکنه. اسمشو چی بذارم؟ W پریم. پریم خوندید تو ریاضی دیگه، آپریم بپریم. W و W پریم با هم چی هستن؟ برابرن دیگه. یعنی اگه زمین با 10 نیوتن نیرو به لامپ وارد میکنه، لامپ هم 10 نیوتن به زمین رو به بالا. W و W پریم با هم برابرن. پس می نویسیم عکس العمل W وز به زمین رو به بالا وارد می شود که اسمش چیه؟ W پریم. درست شد؟ زمین لامپ رو میکشه با این، لامپ هم زمین رو میکشه بالا. این از این. خب بریم سراغ عکس العمل F. F رو کی وارد کرده به لامپ؟ سیم. سیم داره لامپ رو میکشه بالا، عکس العملش چی میشه؟ لامپ هم سیم رو میکشه پایین. تموم شد. سیم داره لامپ رو میکشه بالا، لامپ هم سیم رو میکشه پایین. تمام. چرا سیم نمیفته پایین؟ چون به اون سقف وصله، اون سقف وصله. پس عکس العمل نیروی F از طرف لامپ به سیم رو به پایین وارد می شود. اسمشو چی بذارم؟ F پریم. سیم لامپ رو می کشه بالا، لامپ هم سیم رو می کشه پایین. F و F پریم با هم چی هستن؟ برابرن. اگه با 10 نیوتن داره می کشه بالا، لامپ هم سیم رو با 10 نیوتن می کشه پایین. تموم شد. این هم قسمت ب. سوال نیست بچه ها توی مثال، چون وقتمونم فکر کنم آخراش باشه. خب یه نکته 30 ثانیه‌ای بگم. توی تستا اومده بود چند دفعه توی این آزمونا، گفته بود که آقا تست این نیروی F، نیروی که لامپ وارد میشه چه گزینه‌ایه؟ تست نیروی F چیه؟ چند دفعه تو تستا اومده بود نیروی F، نیروی که لامپو میکشه بالا چیه؟ همین الان گفتم. F با چی برابره؟ با وزن برابره دیگه. زمین داره لامپو میکشه پایین، سیم هم داره لامپو میکشه بالا. این دوتا نیرو متوازنن، با هم برابرن. در نتیجه لامپ چی مونده؟ ساکن مونده. پس میگیم که این F مساوی است با W. خب W چیه؟ MG دیگه ها. F مساوی است با MG. تمام. میدونی تو گزینه ها چی گفته بود؟ گزینه 1 MG، گزینه 2 MG به روی MG به روی 10، گزینه بعدی MG به علاوه 10 و همینطور الی آخر. جواب چیه؟ MG. آقا نیروی رو به بالا با وزن برابر F مساوی MG. همین تست ساده تو آزمون های ورودی اومده بود. نیروی که رو به بالا به لام وارد میشه چیه؟ MG. MG به علاوه 10، MG تقسیم بر 10، MG ضرب در 10. جواب MG. درستون بچه ها تا پایان صفحه 59 کتاب. جلسه بعد دو تا نیرو رو با هم بررسی میکنیم. صفحه 60 نیروی عمودی سد و نیروی استکاک. خسته نباشید بچه ها. تکلیف برای هفته آینده فراموش نشود. دو تا تست حتما بزنید و اگه نزنید گفتم دیگه اجازه حضور.
هم خود آنلاین چیو؟ هر جلسه